با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری و تکان دهنده: یک کشته و 10 زخمی در درگیری پلیس با باشندگان محل در بهسود میدان وردک. و واکنش محمد کریم خلیلی: لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. یک کشته و 10 زخمی در درگیری پلیس با باشندگان محل در بهسود میدان وردک. با گزارش از روزنامه 8 صبح، گزارش ها از ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک می رساند که بین نیروهای امنیتی که به فرماندهی علاداد فدایی فرمانده پلیس این ولایت در منطقه مستقر شدند و شماری از باشندگان محل درگیری به وقوع پیوسته است. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان اما به روزنامه 8 صبح می گوید که نیروهای پلیس به فرماندهی قمندان امنی ولایت میدان وردک بر بزرگان قومی و متنفذان منطقه که در جلسه با او شرکت کرده بودند شلیک کردند. این رویداد پس از چاشته روز جمعه 10 دلو در برابر ساختمان ولسوالی حصه اول بهسود رخ داده است. راسخ گفت که در این درگیری 1 تن از باشندگان محل کشته شده است و 10 تن دیگر زخمی شدند. او مدعی شد که نیروهای امنیتی بر غیر نظامیان شلیک کردند. درباره اظهارات مهدی راسخ موفق به دریافت دیدگاه فرماندهی پلیس و مسئولان مطبوعات فرماندهی پلیس ولایت میدان وردک نشدیم. عبدالغنی ابراهیمی ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک در صحبت با روزنامه 8 صبح وقوع درگیری را تایید کرد. او گفت که این درگیری بین نیروهای پلیس و افراد مطلق به عبدالغنی علیپور مشهور به فرمانده شمشیر صورت گرفته است. عبدالغنی علیپور که از سوی حکومت متهم بر رهبری افراد مسلح غیر مسئول در بهسود است، 2 سال پیش از سوی امنیت ملی بازداشت شده بود اما سپس رها شد. او افراد نظامی را تحت نام جبهه مقاومت در بهسود سازماندهی کرده و هدف آن را نیز تامین امنیت این منطقه عنوان می کند. ولسوال حصه اول بهسود از زخمی و کشته شدن شماری از مردم در این درگیری ها اظهار بیخبری کرد. مهدی راسخ می گوید که فرمانده پلیس ولایت میدان وردک از چند روز به این سو همراه با نیروهای قطعی ویژه مستقر در بامیان به بهسود آمدند و مردم برای مذاکره با آنها رفته بودند. گفته شده است که مردم برای تظاهرات علیه حضور فرمانده پلیس ولایت میدان وردک بهسود تجمع کرده بودند و سپس بین آنها درگیری رخ داده است. باشندگان محل باور دارند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت علیپور در بهسود مستقر شدند. با این حال محمد کریم خلیلی معاون پیشین رئیس جمهور و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در اعلامیه گفته است که از سوی نیروهای امنیتی علیه مردمی که تجمع مدنی و مسلمت‌آمیز داشتند از قوه و خشونت استفاده شده است. خلیلی از مسئولان امور خواسته است که هر چیز زودتر نیروهای امنیتی را که سبب تشویش و نگرانی مردم شدند فرا بخوانند. خلیلی از مردم بهسود نیز خواسته است که خویشتنداری کنند. آقای خلیلی گفته است در حالی که کشور ما با انواع چالش‌های شکننده دست به گریبان است، متاسفانه در ساحه بهسود ولایت میدان وردک که همواره یکی از مناطق امن و حامی نظم و نظام بوده، از سوی نیروهای دولتی علیه مردمی که تجمع مدنی و مسالمت‌آمیز داشتند از قوه و خشونت استفاده شده است. قمندان امنی ولایت میدان وردک با شمار زیادی از نیروهای مسلح از روزها پیش بدین سو به این ساحه رفته و هدفشان را به مردم معرفی قمندانان امنی ولسوالی های بهسود گفته است. با وجود اینکه این کار صورت گرفته اما حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در آن ساحه همچنان ادامه دارد. آقای خلیلی افزوده است بعد از ظهر امروز شنیدم که این نیروها با مردم ساحه که به گونه مسالمت‌آمیز و مدنی گرد همایی داشتند درگیر شده و این درگیری ها به خشونت کشیده شده است.
قرار گزارش ها چندین تن از مردم ملکی و بدفاع هدف حمله نیروها قرار گرفته است. آقای خلیلی گفته است این جانب این اقدام نیروهای دولتی را در یک ساحه امن غیر قابل توجیه می دانم و از مسئولان امور و ویژه رهبری حکومت می خواهم که این نیروها را که در میان مردم نگرانی خلق کردند و علیه شهروندان از قوه نظامی و خشونت استفاده کرده هرچی زودتر فرا بخوانند و از آنجا برگردانند. پیامد این اقدام ناسنجیده در شرایط کنونی که نیاز است همه نیروهای سیاسی و مردمی برای حل مشکلات و چالش‌های کلان کشور متحد باشیم به نفع کشور نیست و بحران جدید را دامن می‌زند. آقای خلیلی گفته است جای تأسف است که مسئولان امنیتی به جای اینکه امنیت مردم را در ساحات ناامن بگیرند و مسیرهای رفت و آمد شهروندان را امن بسازند، در یک ساحه امن و تابع نظم و قانون مشکلات ایجاد می کنند. آقای خلیلی گفته است مردم بهسود در تمام مراحل از آغاز دوره جدید تا اکنون حمایتگر نظام سیاسی بوده و در روند بازسازی، حمایت از حاکمیت قانون و کمک به امنیت کشور مسئولیت شهروندی خیش را در چارچوب قوانین و در پاسخ به انگیزه های متعالی ملی ادا کرده است. این مردم نه تنها هیچ مانعی در مسیر نظم و امنیت نبوده، بل در راستای تامین اهداف کلان ملی یعنی دسترسی همه به زندگی مسالمت‌آمیز و قانون مدار کمک کردند. از مردم عزتمند ولسوالی های بهسود نیز می خواهم که خویشتنداریشان را حفظ نموده و تلاش کنند که مسئله به نحو معقول و مسالمت‌آمیز حل گردد و جلو گسترش بحران گرفته شود. محمد کریم خلیلی. این در حالی است که گفته شده است که مردم برای تظاهرات علیه حضور فرمانده پلیس ولایت میدان وردک بهسود تجمع کرده بودند و سپس بین آنها درگیری رخ داده است. باشندگان محل باور دارند که نیروهای امنیتی به هدف بازداشت علیپور در بهسود مستقر شدند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای جزئیات بیشتر و مطالب دیگر با چینل ما همراه باشید. فراموش نکنید چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوها و مطالب دیگر ما را از دست ندهید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه های بعدی ما، نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده تان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیو و مطالب و بعدی که برای تان آماده می سازیم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. موفق و کامگار باشید.